نخند جدی دارم. مگه تو چند سالته؟ 16 سال. چه فرقی میکنه؟ من عاشق تنهاییم. کاش که من جای تو بودم. این بهترین فرصت واسه تمرکز. تمرکز چیه؟ دارم از ترس میمیرم. شو دیواره خونه سایه های عجیب غریب میبینم. تختم شب و تکون تکون میخورم. داره که مدام داره میزنه پنجره. شاهی شاهی مواظب باش. شاهی پشته. شاهی مرجان تو اینجایی؟ من که قبض روح شدم. گفتم حتما خواب موندی. رفتم تو اتاقت هم نبودی. تو چته مادر؟ خدا مرگم بده. نکنه خواب بد دیدی مادر جون. کاش خواب بود. نمیدونم بسرشو بارید. کی؟ کی سر کیو بارید؟ بایستا ببینم. بذار ببینم باید چه خاکی به سرم بریزم. میگن قبلا دایره جنایی بوده. آه؟ سربان عزیزی رو میگن. یه افسر زن؟ پلیس پلیس، زن و مرد نداره. من شک ندارم شما از اون مردایی هستی که به زن ذلیلی میگن تفاهم. من خیلی خوش آمد. خوش آمد از روحیت. اصلا برود نیاری ها که به خاطر گاف جنابالی چون شدن عضو ثابت دایره. اصلا ولش کن. آقای امید شاکری عزیز، جون دل، من به اصل اعتماد و اطمینان متقابل معتقدم. میگم همه آدما خوبن مگه خلافش ثابت بشه. سروان عزیزی هم داره کارشو خوب انجام میده، خدا رو شکر. منم هیچ مشکلی باهاش ندارم. تو هم کارتو خوب انجام میدی. اما وای به حالت اگه یه روز ببینم داری از موقعیت و امکاناتت سوء استفاده میکنی. خیلی تو نمیری سروان. نه خیر، اتفاقا خیلی دارم مراقبتت میکنم. برهادی شاکری، فرمایشی داشتیم قربان. این بابا بد جوری تمرکز منو به هم ریخته. جناب سرهنگم بابت این پرونده از طرف فرماندهی تحت فشاره. همه چی باید از اول بررسی بشه. حتما تو تلفن ثابتی چیزی بوده که ما ازش غافل شدیم. من تمام اطلاعاتشو تخلیه کردم. حتی واسه تو برنامه مختلف اطلاعاتشو بازیابی کردم. همه چیزم تو اون گزارشی که بهتون دادم اومده. یه بار دیگه بچه‌ها، یه بار دیگه باید مسیر رو از اول تهی کنیم. دنبال چی باشیم؟ پاکت پی سی یه مهندس نابغه میفته دست یه هکر نابغه که خوب بلده ردی از خودش به جا نذاره. پس تقریبا غیر ممکنه که اطلاعات و عکسای شخصشو برای ما بذاره تو تلفنش. باید بین این تلفن و کامپیوتر لادن نعمتی دنبال نقاط مشترک باشیم. عکس مشترک، فایل، یا چه میدونم حتی ویروس مشترک. من چیزی پیدا نکردم جناب سرگور. بازی، موسیقی، نرم افزارهای بی ربط، همه رو باید بررسی کنیم. مرجان قوه تخیل قوی داره اما خیال پرداز نیست. یه چند جلسه مشاوره هم بردمش پیش روانکاو. اونا توصیه کردن که با پلیس هم این موضوع رو ما در میون بذاریم. مرجان خانم با رایانه زیاد کار میکنه؟ خب بله، رشته دانشگاهیشه. هیچوقت احساس خستگی شدید کردی؟ این چه سوالیه جناب سروان؟ اون تا سرحد مرگ ترسیده بود. ما فکر کردیم که با اطلاع دادن به کلانتری همه مسائل حل میشه. وگرنه اطلاع نمیدادین. تو این پرونده هر چیزی رو که تو کلانتری گفتین ثبت شده. اون پسری رو که باش چت کردی از قبل میشناختی؟ نه، بار اول بود. همیشه دانلود کردن خیلی طول میکشه. برای پر کردن وقت گاهی اوقات میرم سراغ چت کردن. این پسره شاهین رو از کجا پیدا کردی؟ کاملا اتفاقی. اول اون پی ام داد. فقط 16 سالش بود.
تونتون پیام میداد تو خونه تنهاست، خیلی میترسه. ارتباط تصویریتون چقدر طول کشید؟ چند دقیقه. خیلی نشد. چهرهشو تونستی واضح ببینی؟ خیلی واضح نه، ولی مشخص بود. یعنی اگه دوباره ببینیش میتونی شناساییش کنی؟ فکر کنم. آیدی اون یادت مونده؟ شاهین 16 میلان. چهره اون یکی چی؟ قاتله؟ بله. نه، خیلی سریع اتفاق افتاد. بعدم تصویر قطع شد. قطع شد یا قطع کردین؟ از اون بر قطع شد. ممنون، تا همینجا کافیه. متشکرم که پلیس رو در جریان گذاشتین. به هر حال اگر که گزارش شکایت جدیدی تو این زمینه داشتیم حتما در جریانتون میذارم. صدفن علی پور. صدفن خانم را راه نمایی کنید. خانم صبوری خیلی زحمت کشیدین. خبرتون بدم. خدا نگهدار. بفهمید. از پاکت پیسی خودمون چه خبر؟ هیچ. روز چیز به درد بخوری پیدا نکردم. یعنی چیز به درد نخوری هست؟ والا راست شاید بی‌معنی باشه. اما تو این دو تا کامپیوتر فقط چند تا چیز مشترک دیدم. چند تا تصویر پسامینه از ساحل یه دریا، یه کتون فایل موسیقی. همین. تصویر رو ببینم. بفهم بشین. بشین بشین بشین. ببخشید. بفهم. قشنگه. ساحل کجاست؟ نمیدونم، ولی تو دلتون بخواد اینجور تصویرها واسه پس زمینه تلفن‌های همراه و کامپیوتر تو اینترنت هست. میتونی یه سر بهشون بزنی؟ شوخی می‌کنی جام سرگو؟ چرا؟ خیلی طول میکشه. منم هر چقدر وقت لازم داشته باشه بهت میدم. حالا این فایل موسیقی کدومه؟ می‌خوام بدونم این موسیقی مال کجاست، مال چه سالیه و خواننده‌اش کیه؟ بعدش هم ببینیم موسیقی با باورهای دینی و فرهنگی اسپانیش ها ارتباط داره یا نه. دست به کار شو دیگه. چشم. از پرونده جدید اون چه خبر؟ این متن اظهارات مرجان صبوریه که الان تنظیم شده. بسیار خوب. آفرین. آفرین عالیه. یه نمونه کامل از دریافت گزارش مردمی. اون مادر و دختر که اومدن اینجا دیدین چقدر استرس داشتن؟ سروان عزیزی اول اعتمادشون رو جلب کردن، بعدش هم هدایتشون کردن به سمت ارائه یه گزارش مفید و قابل استفاده. حضور سروان عزیزی تو این دایره خیلی برای ما خوبه، خصوصا مواقعی که با مراجعین خانم سر و کار داریم. بله، بسیار آفرین. ممنونم سروان. انجام وظیفه‌ست قربان. خب کارتون از کجا شروع میکنی؟ از گشت اینترنتی. هر لحظه ممکنه شاهین آنلاین بشه. باید یه جوری باشه ارتباط برقرار. عالیه. حسام، تو هم گزارش‌های مربوط به دایره قتل و مفقودی‌ها رو بررسی کن، نتیجه‌شو به من بپیش بگو. چه خبر جناب سروان؟ این گزارش پزشک قانونیه. اینا فکس از دایره جنایی. هیچ پرونده‌ای با مشخصات جسد ما پیدا نشده. گزارش قتل یا جنایتی هم تو اون تاریخ نبوده. خب ممکنه هنوز جسدش پیدا نشده. بله ممکنه. با اجازت. پولادی. بله بابا. من رو توی حساب دیگه ای کردم. دلم میخواد در نبود من حواست به همه کارا باشه و منتظر دستور ابلاغ من نشینی. بله. تو کار ما ابتکار عمل و خلاقیت حرف اول رو میزنه. اینه که نیرو باید جهنم خودش رو نشون بده. عصبان عزیز راضی؟ بله قربان. فقط خواستم بگم من به اختیارات بیشتری خب حالا این راجع به صحبت میکنیم. ببینم تو که با وجود سروان عزیزی مشکلی نداری؟ نه قربان، معلومه با ایشون مشکلی ندارم. مشکل فقط جای دیگه است. میدونه چیزی پیدا کرد یا نه؟ نه قربان، چیزی پیدا نکرده. تو چترومای معروفه شاید ردی پیدا کنه. امیدم تونه دنبال عکسی که شما گفتین. خوبه. مدیریت زمان فاکتور مهم بهره‌وریه. حالا که نیروی کمکی بهمون دادن، میخوام که زمان بیشتری رو پرونده هوش سیاه بذاری. هوش سیاه؟ فکر کردم هوش سیاه اسم مناسبیه برای پرونده باهوش‌ترین جنایتکاری که تا حالا دیدم.
خوبه؟ خب من می‌خواستم یه مطلبی راجع به امید خدمتتون عرض کنم. ببخشید. بله. دفتر جناب سرهنگ، خب چرا معطلی واسه کن دیگه؟ سلام جناب سرهنگ. وقت بخیر. در خدمتم. بله. بله بله. یکی دو مرتبه اومدن اداره و رفتن. بله. نه من خودم خدمتتون میرسم. آقای مهندس، نون اضافه نداشت، در عوض نوشابه اضافه آوردم. یه وقت در نزنی ها؟ در برای چی دیگه؟ من که محرمه آقای مهندس. خوبه تو خونمون کار میکنی. میگم به جای اینکه ببخشید قور بزنین، این نون فرنگیتون رو میل بفرمایین، این هم بازی نکنین، برای چشیتون ضرر ده. بازی چیه؟ دارم کار میکنم. آها گفتین کار. آقای مهندس قرار بود من این کامپیوتر یاد بدین، اما الان شبکه 6 مون نمیگیره، این تلویزیون شما یاد بدید. چند روز وایسادی؟ برو. آقای مهندس من وایسادم بگم این نون فرنگی که شما اینجا الان رو میزتون قرار گرفته از آسمون نیافتاده، بابتش پول هزینه شده. پول؟ ببین الان پول خرد ندارم، خب بعدن حساب میکنیم. خب میفرمایید پول خرد چیه؟ من الان نزدیک 3 تا ساندویچ از شما طلب کردم، تازه بدون پول مالیات و آب و برق و گاز و تلفن و. میخوای اجاره خونه تام بدم؟ نه نه مرسی، اونو من خونه ماما اینا میشینم، اصلا خیلی ممنون. برو بگو از فیش حقوقم کم. شوخی میکنی؟ من از فیش حقوق چیه؟ اون فیش نیست، فوشه دیگه، اصلا انقدر پر شده دیگه جایی توش. برو جان. برو. بازیتون وارد مرحله جدیدی شده؟ ببین کار دارم، برو. کاری یا اضافه کاری؟ من میگم اگر این آدم اندفه اومد دوتا تیر شلیک کنی، چون من بچه هم بازی میکنه، این کوچیکاش خونه داره بازی میکنه. یه داره میری تو اعصابم، برو. نباشه. حوصله درد دل شنیدن داری؟ من نمیدونم چرا اینجا همه درد دل دارم. مسخره میکنی؟ ببین من سر کارم، نه مثل جناب علی دنبال باغ و گلشن. خدا منم دوست داشتم اون سر کار. من از دست بابامو داداشم فرار کردم، اونو میخواستم منو بکشم. باورت میشه؟ کاری نداری؟ مسخره میکنی؟ ببین نه گوشیم شارژر نه لپتاپ. مواظب باش پشت سرتو نگاه کن. بالاخره پیداش. صدفا نایدی شاهین رو دارم میبینم، شروع کن. قربان مستحضر باشین، شاهین الان آنلاین شده. بدگیری شده؟ بله صدفا نیازی مشغولم، با اجازه. مشغولم. دوستم شما ببین میتونی بری جزء لیست دوستاش؟ لطفا هرچی میتونید معطلش کنید، پیدا کردنش خور زمان میبره. اگه قبولم کنه با سه تا آیدی مختلف دارم سعی میکنم رو خط نگهش دارم. قطع شد.
بشین. چی شد؟ فرصت کافی نبود قربان. قبل از اینکه بتونم پیداش کنم قطع کرد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید. حتی سعی کردم برم جزء لیستش ولی ظاهرا سوژه‌هاشو خودش انتخاب میکنه. خیلی خوب ازش غافل نشد. بله. دایره جستجو خیلی وسیع بود قربان. الان معلوم شد از تهرانه. امیدوارم اگه این دفعه ببینم جاشو پیدا کنم. باشه. هر خبری ازش هر موقع روز پیدا کردی من در جریان باشم. کافیه کافیه، صداها کاملا فالش به گوش میرسه، معلوم میشه خسته خسته شدید. بفرمین استراحت یک دو ساعت مجددا شروع میکنین. بفرمین. استاد سلام عرض شد. سلام عرض میکنم. خسته نباشید. متشکرم. ببخشید من شاکری هستم، از طرف جناب سرگرد احمدی مزاحمتون میشم. بله بله منتظرتون بودم، الان میام خدمتتون. زنده باشین انشالله. خیلی خوش آمدید. حالتون خوب استاد؟ بفرمایید. وقت شما بخیر. ببخشید تو رو خدا سر تمرینم بود، بعد موقع مزاحم شدیم. خیلی عذر می‌خوام. خواهش می‌کنم. ما می‌خواستیم چند تا سوال بپرسیم کمکمون بکنیم. خب چرا اینجا؟ بفهمید تو اتاق؟ نه زیاد مزاحم نمی‌شید. آخه این که خیلی بد میشه. نه خواهش می‌کنم چند تا سوال بیشتر بپرسید. بفرمایید. ببخشید. استاد ما در واقع داریم رو دو تا قطعه موسیقی کار می‌کنیم. می‌خوام ببینیم این دو تا قطعه موسیقی مال کدوم کشورن، خواننده‌شون کیه و احتمالاً چه سالی اجرا شدن. خیلی هم واسمون مهمه به خاطر اینکه ممکنه به پیدا کردن یه قاتل خطرناک کمک بکنه. لطف کنید اینو من موسیقی براتون بذارم. به به، این قطعه معروف ترین باسانوای برزیله، دختری از ایپانما، ساخته ای آنتونیو کارلوس جوبیم. استاد ببخشید جوبیم؟ آنتونیو کارلوس جوبیم. سال ساختش چی؟ دقیقی نمیدونم، باید حوالی سال 1970 میلادی باشه. این قطعه سمبل موسیقی باسانوای برزیله. باسانوا دیگه. باسانوای برزیل. ببخشید این قطعه رو استاد. بیل گیلبرت. یک صدای جادویی، یک صدای تکرار نشدنی در موسیقی برزیل. پس هر دو برزیلی. هر دو برزیلی. مرسی ممنونم. خب کانکت شدی بابا؟ خب حالا امشب کجا بریم؟ به اومد رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. ببخشید. سلام. شب بخیر قربان. دستور داده بودی خبرتون کنم. پیداش کردی؟ بله همین الان بس شد ولی هنوز قبولم نکردی. جناب سلمان مواظب باشین از دستتون فرار نکنه. چشم قربان. ستوانیازی داره روش کار میکنه. وش داری؟ الان بهت میگم. معلومه که دارم. بفرمایید جانم. وای چقدر عالی، یه بابا بزرگ، همونی که دنبالش میگشتم.
مسخره میکنی؟ نه نه اصلا، ببخشید معذرت میخوام، به خود منظور بدی نداشتم. سلام. سلام پسر گلم، چطوری؟ خوبی الحمدلله؟ پیدا کردم جنسم. سلام جناب سرگل. بله قربان، منطقه مخابراتیش رو پیدا کردیم. ممنون. بله بله. چقدر شبیه نبی خودمی. چه خوب. پس با بزرگی هم میشین؟ واسه یه پیر مردی مثل من چی بهتر از این؟ من خیلی تنها. تو دیگه چرا بابا؟ مادرم خیلی وقته که طلاق گرفته، با من برای تجارت رفته دبی. منم بچه هم خارجن، همه شون. خوشحالم که شما رو پیدا کردم. منم همینطور بابا. حالا دیگه با بزرگی اینترنتی دارم. منم یه نوی اینترنتی دارم. تنهایی چی کار میکنی؟ هیچی، سر پیری وبگردی. کاش با بزرگی واقعی بودی. من از خدام بود. من خیلی تنها. میترسم. از چی؟ نمیدونم، همش احساس میکنم یکی تو خونه منو زیر نظر داره. صداهای عجیب غریب میشنوم. تنهایی. شاهین، پشت سرته. شاهین نزنش. شاهین آی قلبم، نبه منو کشت. مرد، نیمو مون پیرمرد رو کشتی. دیوونه ای؟ تو هم چی میگی؟ اعدامه مونی کنم. عزیزم اون اگه مرده، از سکته مرده، من تو هم هیچ ارتباطی نداره. ما داشتیم با اون چت میکردیم، ما اونو کشتیم. قربونه شکل تو برم من. ما میخوایم با مردم شوخی بکنیم، حالا هر نفهمی این شوخی رو میخواد جدی بگیره بذار بگیره، اصلا من همینو میخوام. بعدش هم اون پیرمردی که قلبش خرابه بیخود میکنه میشینه چت میکنه. باید بره قرصاشو بخوره لاله. ردگیریمون میکنه. کی میخواد ردگیریمون بکنه؟ عمرن نتونن رد من تو رو بگیرن. اینجا دنیای مجازیه، میفهمی؟ تو فیلما نه چه جوری ردگیری میکنن؟ بابا اونجا امریکاست، فیلمای امریکایی، چی کار داره به اینجا؟ بعدش هم میدونی من با چی دارم حال میکنم. من با این حال دارم میکنم که ما میخواستیم مردمو بذاریم سر کار، اما حالا یه پیرمرد با بزرگی پیدا شده شما رو گذاشته سر کار. ایول. خیلی خب، من برم دیگه. کاری نداری؟ بابا بیا بیرون یه ذره حال کن. بیا بیرون. قربان به کامپیوتر دست نزدیم، موضوع رو فوراً گزارش کردیم. کارتون حرفه‌ای و ارزشمند بود جناب سروان. ممنون. بنده خدا از شدت ترس کنترلشم از دست داده بوده. دختر جوان مرجان صبوری شوکه شده بود. وای به حال این پیرمرد تنها. احتمالاً همون بازی سر این پیرمردم در آوردن. بله. جناب سروان، شما با همسایه صحبتی بکن. شاید یه حرفی داشته باشن که به دردمون بخوره. بله با اجازه. چیه پورهادی؟ انگاری چند روزی حالت خوب نیست. روحیه منه که میشناسی. من دلم نمیخواد نه خودم نه اطرافیانم توی یه فضای تلخ و عصبی و پر از سوء تفاهم زندگی کنم. قضیه به من برمیگرده؟ نه دقیقا، اما شما میتونید حلش کنید. راسته چند روز پیش احساس کردم شما مخصوصا نمیخواید من موضوع رو باز کنم. ببخشید قربان، الان خبر دادن که آقای ملکی توی بیمارستان ایران بستری شدن. بسیار خوب، بهت قول میدم این پرونده که بسته شد بشینیم راجع به هر چیزی که خواستی صحبت کنیم. میترسم دیر بشه. احساس میکنم ممکنه خطری دایره ما رو. آقا جون بذار به وقتش. به من اعتماد کن. ازتم خواهش میکنم فعلا انرژی رو صرف مسائل بیخود نکنی. باشه؟ باشه.
خانم دکتر حالشون چطوره؟ وضعیتشون بحرانیه، به خصوص اینکه قبلا یه جراحی قلب بازم شده. احتمال برگشتش هست؟ 50-50 است. ببخشید. روزنامه امروزه؟ بله. بده ببینم. روزنامه از خوراکی نیست نه قولی. خطر اون مسموسکه ها. برو اصابت نداره. حوادث. قاتل مادر و فرزند. بازداشت کودک قاچاقچی مخفی کرده. جنایت دمدی میشه. اینترنت پیرمرد رو رای بیمارستان کرد. شب گذشته پیرمرد با مشاهده صحنه جنایت ساختگی در اینترنت دچار حادثه قلبی شده در بیمارستان بستری کرد. گزارش پلیس دایره 13 آگاهی هر گونه شوخی های اینترنتی جرم محسوب میشه. الو پلیس 110. خسته نباشی. قربان شما. قربان این پاکت رو ببر کلانتری 134 خدمت جناب سروان غلامی. باشه چشم. آدرس چیزی؟ نه نه هماهنگ شده. بیای زنم کرایت. باشه دست شما درد نکنه. قربان سلامت. خداحافظ. ببخشید جناب سروان. این همون سیدیه که منتظرش بود. آها بله بله ممنون. اجازه است؟ بفهمید. خبر جدید؟ سیدیه که منتظرش بودیم رسید. خب من با اون آقایی که شوخی بچگانه شاهین رو کپچر کرده بود صحبت کردم. یه آدمیه که ظاهراً خیلی زرنگه ولی ترسو. من حتی بهش اطمینان دادم که نه مشکلی براش پیش میاد و نه وقتش رو زیاد میگیره. ولی اون ترجیح داد که سیدی رو با پک به یکی از کلانتری‌ها تحویل بده. بفرمایید. خسای درد دل شنیدن داری؟ نمیدونم چرا همه اینجا درد دل دارم. مسخره میکنی؟ من الان سر کارم داداش. مثل چنابالی ویل نیستم تو با اون باشم. خدا منم دوست داشتم اون سر کار. سلام. سروان عزیزی باشون. من ازشون خواستم بیان برای شناسایی. حسینی. بله. راهنماییش کن بیان تو. بله قربان. بفهم. سلام. ممنون تشریف آوردید. سلام. بفهم. 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 شما هم دقت کنید ببینید همون آدمیه که دیدین. فرضاست با اون داداش شام فرار کردم. اون می‌خواستم منو بکشه. همین فیلم نشون میده که شاهین زنده است و اینم شوخی بی‌مزه است. باورم نمیشه. ممنونم خانم. هم برای شناسایی هم برای اطلاع به موقعتون. کافی و سلام. خیلی لطف کردین. ممنون متشکرم. بفرمایید. از اون پیرمرد چه خبر؟ وضعیتش هیچ تغییری نکرده. هنوز همون جوریه. حتما برای پیرمرد بیچاره می همچین نمایش اجرا کردن. گفتی منطقه مخابراتش با اون پیرمرد یکیه؟ بله قربان. من فکر کنم اون پسر 16 17 سال بیشتر سن نداره، احتمالاً تو مقطع دبیرستان تحصیل میکنه. از تصویر شاهین یه عکس تهیه بشه. بریم سر وقت مدرسه اون منطقه. فکر نمی‌کنم خیلی پیدا کردنش سخت باشه، فقط زود. بله چشم، با اجازه. نیما. بیا والا بالاخره کار هستمون دادی. خبر دوم. یه مرد داره میمیره. خب کشی. یعنی که من خواهم به بابام بگم. چی چی چی؟ به عمو بگی چی بگی؟ زده به سرت. چون مزخرف میگی. پیرمرد طوریش نشده هنوز. اول بخون بعد حرف بزن. با این اوضاع احوالی که داره امروز فرداست که بمیره. خب به جهنم بمیره، خر اون عمرشو کرده. امروز نمیره سال بعد میمیره، برای من تو چه فرقی میکنه؟ فکر نمیکردم انقدر بیرحم باشی. از این بعدم دیگه رو من حساب نکن. با این مسخره بازی ها. شاید جان یه دقیقه وایسا. ببین مثل این که تو زبون آدمیزاد سرت نمیشه نه؟
آره مش که اینجا فقط تو زبون آدمی زد تاریک میشی، نه که خودت کلا آدمی. منم خرد و مال تو روانی رفت دادم. سخت نه دیگه وایسا. ببین من به این کارا کاری ندارم. من و تو با هم یه کاری شروع کردیم، با هم باید تمامش بکنیم، دو تایی با هم. اینو تو گوشت فرو کن، دست تو بکش قبل از اینکه اونا بیان سراغمون. خودمون باید یه کاریش بکنیم. تو هیچ قبرسونی نمیری تا وقتی من بهت نگفتم. اینو تو گوشت فرو کن. دست تو اجازه نخواستم. تو کی منی؟ خسته نباشین سروان عزیزی هستم از اداره آبا. بله منتظرتون بودیم، خیلی خوش اومدید، در خدمتیم. یه موردی بود که تلفنی خدمتتون عرض کرده بله. این عکسو میشناسینش؟ بله دانش آموز ماست. آقای مدنی این اسم دانش آموز میدونید شما؟ بله این دانش آموز شاهین امینیه. آدرس و مشخصات کاملش رو لطف کنید. منزل آقای امینی؟ بله فرمایش. سرگرد احمدی هستم از اداره آگاهی. آگاهی؟ بله ما دنبال شخصی بنامه شاهین امینی هستیم. من پدرش هستم. مگه چیکار کرده؟ مجوز بازرسی از منزلتون رو داریم. محبت می‌کنید درو بزنید؟ بله بفرمایید. ممنون. بله صدای نیما برادر زدمه. اگه با چشم خودم نمیدیدم باور نمیکردم. شما هیچ نظارتی رو کارهای پسرتون نداشتیم؟ مگه میشه رو همه چی نظارت کرد جناب سرگرد؟ مثلا فکر نمیکردم اون کار خاصی انجام بده. بله اگه سیستم کامپیوتری بچه ها به جای اینکه تو اتاقشون باشه توی یه محلی باشه که پدر و مادرم بتونن ببیننش هیچ وقت مشکلات پیش نمیاد. قربان کامپیوتر شاهین امینی بررسی شد. آیدی موجود با اظهارات شاهد مطابقت داره. خیلی خوب. هماهنگ کنین کامپیوترم با خودمون میبریم. بله. قربان اینا وسایلی که تو تفتیش اولیه اتاق شاهین پیدا شده. به احتمال زیاد اینم لباسیه که تو فیلم تن قاتل بود. زمینه پروندهشن. بله. حالا چی میشه جناب سرگرد؟ دعا کنین اون پیرمرد بیچاره نمیره. وگرنه به غیر از ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت پرونده یه قتل هم میاد وسط. قتل؟ حالا یه برنامه واسه فردا شب ریختم. توپ بیست. من نیستم دیگه. من اصلا خود نیستم. این دست خودته. این نمان باد کرده. بچه نشو بابا چیزی نشو. پلیس نیمه نه اینجا چی من پیترم دارم میبرم. من پیره مرد مرده همین چی لو رفت؟ چی میگه پیره مرد مرده؟ اصلا اینجا دارن چی کار میکنن؟ من چه میدونم دارن چی کار میکنن؟
میدونی چی کار کنی؟ پورهادی همان کنم به توی نامحسوس کنه رو زیر نظر بگیرن هر کدوم هرچه سر کلشون پیدا شد بیارنشون داره بله همش شخصی تو من از اولش هم مزخرفم یه بار دیگه بگی تقصیر تو بود تمام دندوناتو خورد میکنم ها نقشه جفتمون بود فهمیدی؟ حالا را بیفریم کجا؟ نمیدونم را بیفریم ریو دو ژانیرو بله قربان این تصویر مال سواحل ریو دو ژانیروس من اون عکس‌ها رو با عکس‌های مربوط به این سواحل تطبیق دادم ببینین همون پوشش گیاهی همون درخت ها و اصلا همون ساحل خوبه حسام بیا به موقع اومدی ادامه بده ارسلت که راجب اون دوتا فایل موسیقی هم که گفتی من تحقیق کردم مربوط هست به دوتا خواننده برزیلی که اتفاقا خیلی هم معروف هستن اجازه بدیم اما بیل گیلبرت و آنتونیو کارلوس جوبین برزیل این عکس ها موسیقی به نظرم نمیتونه اتفاقی باشه حسام میشه یه نگاهی دیگه به لیست پروازهای لادن نعمتی انداخت؟ جالبه الان که دقت میکنم سفرهای خانم لادن نعمتی به برزیل بیشتر از کشورهای دیگه هست پس باید هرچی مربوط به برزیل جمع کنیم اسم برزیل که میاد آدم یاد چند تا چیز میفته آقا من که کشته مرده فوتبالشم فقط نه صبر کن یه چیز دیگه هم هست این همون وسایلی که هوش سیاه از خودش به جا گذاشته اینش قهوه هر اطلاعاتی که میتونه راجع به مارک این قهوه جمع کنه من واقعا نمیدونم چی باید بگم پیکا شاهینم اینجا بود این صحنه رو میدید شما باید کمکمون کنید که بتونیم پیداش کنیم مطمئن باشید من خودم هم همینو میخوام اما عقلم به جای قد نمیده اون الان سه شبه که نیومده خونه تا حالا سابقه نداشته حتی یه شب هم از خونه بیرون بمونه من با مادرش هم تماس گرفتم ما مدتی از هم جدا شدیم اون غیر از خونه من و مادرش حق نداره جای دیگه ای بمونه پس لازمه که حتما با مادرش هم صحبت کنم بله حتما من شماره تلفن و آدرسش رو میدم خدمتتون متشکرم بفرمایید شب که زنگ زد زیاد نتونه صحبت کنه جناب سروان ذلیل مرده پسرموش هر چیه زیر سر اونه شاهین اصلا اهل این شیطنتویی که میگید نیست جناب سروان خانم بنایی ببینین الان اصلا وقت این حرفا نیست ما باید تمام تلاشمونو بکنیم که بتونیم هر چی زودتر پیداشون کنیم دیگه چی گفت دو ساعت پیش یه تماس کوچولو از یه شماره عجیب و غریب داشت میگفت دلش میخواد برگرده خونه اما نیما نمیذاره نگفت کجاست نه با عجله خدافظی کرد جناب سروان امروز 4 روزه من خیلی نگرانشم آخه اون هنوز یه بچه است
اون شماره که باهاتون تماس گرفتم میتونم ببینم؟ بله بله. شماره شهرستانه. شهرستان؟ مرکز ایمان 17. مرکز ایمان 17. مرکز به گوشم. مرکز میخوام با همکارانمون تو پلیس آگاهی شیراز تماس بگیریم و دو مورد فرار از منزل رو گزارش بدیم. مربوط به پرونده شماره کلاسای 87392 میم. شنیدم. اطلاعات تکمیلی رو کی میدیم؟ کدوم خطتون آزاده؟ خط 3. تمام. شنیدم تمام. سلام، خسته نباشین. ایمان 17 هستم. متشکرم، ممنون. شما هم همینطور. میخواستم اطلاعات تکمیلی مربوط به پرونده شاهین و نیما امینی رو بدم خدمتتون. حدود 2 ساعت پیش یکی از این نوجوانا با خانواده‌اش تماس گرفته از یکی از تلفن‌های عمومی شهرستان‌های تابعه شیراز. احتمالاً اگه زود بجنبی میتونیم توی یکی از جاده‌های اون منطقه پیداشون کنیم. چند سایی لطفا؟ ها؟ بله شما قبلته؟ نه مدرک دیگه ندارید؟ نه مدرک مرسی بزن پایین مشخص بشه بفهم مرسی بفهم کنید یه ماجرای امید شاکری از نظر من حل شده است. شما هم حل شده بدونید. فقط یه سری کارهای اداریش میمونه که 1-2 هفته زمان میبره. بعدش هم برای پلیس اینقدر کار خوب انجام داده که سوء سابقه‌اش هم پاک میشه. تا زمانی که مرتکب خلاف نشد. نه خیر قربان، همچین جوونه نیست. الان خودش هم نادمه. یه موقعی توانایی کامپیوتریش انقدر به مغزش فشار آورده که دست به یه کارهایی زده برای اثبات خودش که تا بیاد بفهمه جرمه گرفتار میشه. من کاملا میفهممش. قبول ندارم بروز. هر کی تواناییش بالاست باید از دیوار مردم بره بالا. پس اخلاقیات چی میشه؟ حساسیت شما قابل درکه. اما من با جوانا خیلی سر و کار دارم و روحیاتشون رو میشناسم. به نظرم میرسه که نهادی باید تو جامعه مسئولیت انتقال تجربه به جوانا و توسعه اخلاق رو به عهده بگیره. ما الان از خدمات شاکری خیلی استفاده کردیم. خودش هم راضیه. فهمیدی با این امکاناتی که در اختیارش گذاشتیم تواناییش چقدر و چجوری باید ازش استفاده بکنه؟ بعید میدونم یه همچین جوانی دیگه از تواناییش تو خلاف مسیر قانون استفاده بکنه. این بحث مفصله. همش هم به پلیس ربط پیدا نمی‌کنه. منم امید شاکری رو دوست دارم. دوست دارم تو نیرو بمونه و از تواناییش استفاده کنه.
با ابتکار و تلاش همین امید شاکری بهتون قول میدم در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این مجرم فراری چی هوش سیاه از هوش سیاه میشنوید انشالله. خوشحالم انشالله. راستی میخواستی از این نتیجه شوخی اینترنتی برم؟ بله اونا رو گرفتیمشون. تبریک. سریع و با موقع؟ همونطور که دستور دادین دیگه. کجا؟ جاده شیراز. عوامل یه همچین شوخی باید مدام ما رو بالا سرشون حس کنه. بله قربان. ببینم از این پیرمرد بیچاره چه خبر؟ حالا خوشبختانه بحران رو رد کرده ولی هنوز خطر وجود داره. بسیار خوب. ببینم اتون. قربان شما. حالا نمیشه اینا رو باز کنیم؟ نه خیر نمیشه. به خدا فقط یه شوخی بود. شوخی بود؟ آقا جون این یه وسیله است. هر کسی هم یه جوری باش کار میکنه. هیچ اشکالی هم نداره. اشکال از اینجا به وجود میاد که ما برای تفریح خودمون شروع میکنیم به صدمه زدن به دیگران. به روح و روان یه دختر دانشجو با شوخیتون این آسیبی رسوندین که اگر اینجا حاضر بود و میدید که سر مرغوند و زنده وایسادی بعید میدونم که باور میکرد نمرده باشی. اون پیرمرد بدبخت که جای پدر بزرگ شماست. هیچ کس هم تو ایران نداره. حقی که بیفته تو بیمارستان و باید مرگ دست و پنجه نرم کنه. اون دهنه درار. شما درست میگی. ببخش. من چرا باید ببخشم؟ برین از خودشون بخوان که ببخشنتون. خدا میدونه چند نفر دیگر هم آزار دادین ما خبر نداریم. بله. تو حرفی نداری بزنی؟ دهان چرا؟ یه دیوان آب خونک اگر آف کنید. حسام! بله. اینا رو بفرست بازداشتگاه فردا برن داد سرا. جناب سرگو تو برین. خدا. اصلا قصی تو کار نبود. خدا. غلط با اجازه جناب سرگو. بابا تو رو قرآن نداره. صدفان کاظمی. دیدی کم بهتون گفتم. جناب سرگو کاظمی نداره. بفرمایید. من بازداشتگاه فردا صحبت سر. من جناب سرگو صحبت کردم. بفرمایید. سند آوردم جناب سرگو. بیا تو. جناب سرگو خبر دارم داغ داغ در حد تیم ملی. بگو میشنوم. یه لحظه فقط اجازه بدین. جناب سرگو من تو فایل عکسای لادن نعمتی یه عکس پیدا کردم. آه. ایناش. ببینید. به نظر میاد یه قسمتش بریده شده. بله دیگه همون صحبتی که کردیم احتمالاً یه مرد جوایز شده. دقیقاً. خب ببینید این دیوان رو ببینید. روش چی نوشته؟ M A N A U S. ماناوس. ماناوس. خب حالا اینجا رو این نقشه برزیله. ماناوس یکی از شهرهای برزیله. در شمال غربی ریو دو ژانیرو و در مسیر جنگل‌های آمازون قرار داره. خیلی خوب. آقا من یه ایمیل زدم به یه تور مسافرتی توی پاریس، گفتم میخوام با تور تابستونشون واسه چه میدونم تفریح برم ماناوس. خب شرکت هواپیمایی فرانسه گفت ما با هتل موراپیوی ماناوس قرارداد داریم. اونا حتی مدعی بودن که خدمه پروازاشون هم برای استراحت از همون هتل استفاده میکنن. من سایت هتل موراپیوی ماناوس رو پیدا کردم. این دوتا عکس مال هتل موراپیوی ماناوسه. آره دیگه نگاه کن بافت دیوار و نوع معماریش نشون میده که همونجا. دقیقاً. اما هنوز ادامه داره. حالا این دوتا نوجوانو ببینید. این دوتا لباس تیم ملی آرژانتین تنشونه. من بررسی کردم متوجه شدم در 10 سال گذشته توی ماناوس فقط 2 سری مسابقه مربوط به تیم ملی نوجوانان برگزار شده. یکی مسابقات بین المللی فوتبال زیر 17 سال در جولای سال 2000 و دومیش مسابقات شنای نوجوانان جهان در سال 2006. خب حالا باید ببینیم که لادن نعمتی در جولای 2000 تو هتل موراپیای برزیل چیکار می‌کرده. دقیقاً. آفرین. آفرین. خواهش می‌کنم. خب حالا وقتشه که اون خبری رو که مدت‌ها منتظرش بودیم. تموم شد جناب سرگو. تموم تموم. خیالت راحت. ببخشید. برو خیالت راحت باشه. خیلی ممنون. برو. دست درد نکنه. ببخشید. دست درد نکنه.